توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یک تغییر رنگ حرفه ای و با استفاده از این تکنیک هر چیزی که داخل تصویرتون هستش رو رنگاش رو تغییر بدید. سلام از بخواهم خدمت دوسته خوبم به استدیو من خوش اومدید من میسم خادمپور هستم و مثل همیشه با یکی دیگه از آموزش های در خدمت شما بریم سراغ نرم افزار فتوشاپ بمون من یه عکس اینجا باز کردم یه عکس ماشین هستش حالا بچه‌هایی که کار تبلیغاتی انجام میدن خیلی خوشحال میشن تو این عکس همونطوری که میبینید این ماشین رنگش قرمز هست و میخوایم با هم رنگش رو تغییر بدیم و همینطور رنگ قرمز رو به رنگ سفید هم برسونیم خب روش کارمون به این صورت هستش اول از همه این نکته رو بهتون بگم که شما حتما باید یک انتخاب دقیق و درست از اون چیزی که می‌خواید حالا رنگش رو تغییر بدید داشته باشید که من قبلا این کار رو انجام دادم داخل چنل دقیقا اینجا این کانال آلفایی که میبینید یک انتخاب خیلی تمیز و دقیق دارم بهتون پیشنهاد میکنم که حتما حوصله به خرج بدید و یک انتخاب خیلی تمیز رو داشته باشید چون خیلی تاثیر میذاره روی کارتون خب اینو من اینجا آماده کردم با گرفتن دکمه کنترل میبرمش تو حالت سلکت و البته بعد رو آرژیوی باشیم بعد بریم داخل لیر و بعد از این مرحله یک گروه میسازم اینجا برای خودم یک گروهی که حالا میخوام اجاسمنت هامو داخلش بذارم و برای این گروه یک ماسک درست میکنم یعنی اون انتخابی که داشتم و داخل ماسک و برای اون گروهی که درست کردم تعریفش کردم خب بعد از این مرحله ما از دو تا اجاسمنت استفاده بکنیم برید دوستای خوبم اینو باید تو ذهنتون داشته باشید وقتی میخواید یک رنگ رو تغییر بدید یک بحث بحث خود رنگه هستش و یک بحث هم روشنایی اون رنگ هستش یعنی کالری که میخوایم حالا براش تعریف بکنیم خودش که مشخصه با اجاسمنت های مختلف میتونیم این کار رو انجام بدیم بحث اصلی و قسمت خیلی مهمش اینه که بتونیم نور اون رنگ رو کنترل بکنیم بخاطر خاطر همین من از دو تا اجاسمنت استفاده میکنم اولین اجاسمنتی که انتخاب میکنم اجاسمنت کرز هستش اجاسمنت کرز میتونه نور رنگ من رو کنترل بکنه بنابراین این اجاسمنت رو اینجا قرار میدم بالاتر از اجاسمنت های دیگه که بتونم نور تصویرم رو کنترل بکنم یا نور رنگم رو کنترل بکنم و بعد از اون میرم سراغ یک اجاسمنتی که بتونه رنگ های منو تغییر بده که خب خیلی راحت میتونیم از هیو سچوریشن استفاده بکنیم البته بعد بیاد پایین دقیقا اینجا میتونیم از هیو سچوریشن استفاده بکنیم چون یک اجاسمنتی هستش که خیلی راحت میتونه رنگ رو برامون تغییر بده خب داخل کنترل پنل هیو سچوریشن روی گزینه کالرایز میزنم برای اینکه برم به سمت تک رنگ بودن و اینجا خب میبینید خیلی راحت رنگ های مختلف ایجاد میشه میتونم غلظتش هم تعریف بکنم البته اینو تو ذهنتون داشته باشید که نباید غلظت رو زیاد بکنیم غلظت بر مبنای تصویر ما هستش یعنی شما باید حتما به بک‌گراندتون دقت بکنید به محیطی که دارید کار میکنید محیط عکستون دقت بکنید و غلظت رنگی رو بر مبنای همون محیط تعریف بکنید که حالا رنگ سبز رو من بهش میدم غلظتش تا این حد خوبه اما نکته بعدی که وجود داره اینه که گفتم بهتون اون کرزی که گذاشتیم اون اجاسمنت کرز میتونه کلا توان نوری رنگ ما رو تعریف بکنه که خب من اینجا الان توان نوری رنگ رو کم میکنم با این کار یه مقدار سایه هام هم قوی تر میکنم و این باعث میشه که بیشتر به واقعیت نزدیک بشن خب دوستای خوبم یه لحظه تا اینجا کارمون نگه داریم اگه این ویدیو رو داخل کانال یوتیوب من دارید می‌بینید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که گزینه سابسکرایب رو بزنید علامت زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای آموزشی منو می‌بینید و اگه داخل پیج اینستاگرام دارید می‌بینید در انتهای آموزش اگه خوشتون اومد لایک و کامنت بر من بذارید و اگه باز دوست داشتید برای دوستاتون هم ارسال بکنید بریم ادامه آموزشمون ببینیم که چه مراحل دیگه ای خب با همین روش شما خیلی راحت میتونید رنگا رو تغییر بدید و هر وقت که دلتون خاص روی hue کلیک بکنید و هر رنگی که مد نظرتون هستش رو به آبجکتتون به تصویرتون و هر چیزی که داخل تصویرتون هست بدید که خب رنگای بنفش رنگای قشنگی هستش میتونیم از این هم استفاده بکنیم اما نکته ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا ما میخوایم رنگ ها بکنیم و برسیم به رنگ سفید یه مقدار اینجا کارمون متفاوت میشه بعد از اجاسمنت استفاده بکنیم که این قدرت رو داشته باشه میخوام همین رنگو یعنی همین رنگی که الان اینجا درست کردیم رو ببرم به سمت سفید خاموش میکنم هیو سچرشنم و و بعد میرم سراغ یک اجاسمنتی به اسم چنل میکسر چنل میکسر یک خاصیت خیلی خوب داره اونم اینه که میتونیم بریم تو حالت منوکروم و رنگ هامون رو ببره به سمت رنگ های خاکستری خب با استفاده از این قسمت خیلی راحت میتونید توان نوری رنگ رو تغییر بدید رنگ خاکستری که ما الان اینجا داریم و میتونیم یه مقدار روشن‌تر بکنیم یا تیره ترش بکنیم که خب من ترجیح میدم که الان روشنترش بکنم تا این حد خوبه و بعد از اون باز مجدد میرم سراغ کرز و باعث بود از کرز یک مقدار سایه هامو قوی تر میکنم ببینید خیلی راحت سایه ها بر و میتونم تصویرم نزدیک‌تر نزدیکتر بکنم به واقعیت یکی از تکنیک هایی که خیلی فوق است و شما خیلی راحت توی چند ثانیه میتونید رنگ ها رو تغییر بدید همین هستش استفاده کردن از Hue برای رنگ های مختلف و استفاده کردن از چنل میکسر برای اینکه رنگتون رو به رنگ سفید تبدیل بکنید یا به رنگ تیره اگه میخواید رنگش تیره بشه باز مجدد روی چنل میکسر میزنم و میرم به سمت تیره ها به این شکل اوات باید یک مقدار کربمون رو تغییر بدیم ببینید یه مقدار میرمش بالاتر و باز مجدد میرم داخل چنل میکسر و تیره ترش میکنم به همین راحتی رنگ قرمز ماشین رو تبدیل کردیم به سفید مشکی و هر رنگی که دلمون خواستش این روش روش خیلی خوبی هستش بچه های تبلیغات خیلی ازش استفاده میکنن داخل کارهای مدلینگ برای تغییر رنگ لباس هم میتونید ازش استفاده بکنید و هر چیزی که تو ذهنتون هست هر جایی که دوست دارید رنگش تغییر بکنه راحت با این تکنیک میتونید انجام بدید خب دوستای خوبم امیدوارم این آموزش مورد قبولتون قرار گرفته باشه و بتونید ازش استفاده بکنید توی پروژه کاریتون و عکساتون و مثل همیشه گرنکو بی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ دلتون شاد باشه لبتونم خندون خدا نگهدار